سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستید. ده‌ها تن از زندانیان زندان ولایت بغلان بر بنیاد فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان دیروز از بند رها شدند. امین الله مرخیل فرمانده پلیس این ولایت گفت که شمار زندانیان رها شده به 57 تن می رسد. که اگر حتی مرکبان آمده در منبس که لگه در ولایت بغلان تمام مردم هایی که شامل همی مواد این فرمان میش که به جزیاتش من همی رو این تحت غور برسیز و او اشخاص و افراد که محبوس هست و تابع همی فرمان میش و رها میش که من تعداد 57 نفر حال برسیز شده که حال شما میدید که هم از محبس رها میشه. اداره امنیت ملی از بازداشت یک انتحار کننده در ولایت ننگرهار خبر داده است. این اداره در خبرنامه نگاشته است فرد بازداشت شده باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است و در مربوطات ولسوالی های اچین، نازیان و در بابای ننگرهار مشغول فعالیت های هراس افغانانه بود. خبرنامه افزوده که از نزد این فرد یک واسکت انتحاری پر از مواد انفجاری نیز به دست آمده است. اتحادیه اروپا شدیداً نگران اوضاع کودکان در افغانستان است. سفیر این اتحادیه در کابل گفت که خشونت‌ها، تغذیه نامناسب، ازدواج‌های زیر سن و ده‌ها چالش دیگر کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. این مقام اروپایی از حکومت آینده افغانستان خواست که حفاظت از کودکان در اولویت‌هایش باشد و نگذارد که با آینده سازان این کشور تبعیض و یا خشونت صورت گیرد. روند رسیدگی علنی به شکایت‌های انتخاباتی دیروز پایان یافت. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تاکید دارد تمام شکایت‌هایی که روی نتیجه انتخابات تاثیرگذار بود در چند روز گذشته بررسی شد. اکنون این کمیسیون روی نتیجه نهایی انتخابات کارش را آغاز می‌کند. و دادگاه در عربستان سعودی رایف بدوی، یک وبلاگ نویسی این کشور را به اتهام توهین به اسلام و ترویج افکار آزادی خواهانه در اینترنت به 10 سال زندان محکوم کرده است. این وبلاگ نویس سعودی همچنان به 1000 ضربه شلاق و پرداخت 1 میلیون ریال سعودی محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل این حکم دادگاه عربستان را شرم آور دانسته و بدوی را یک زندانی عقیدتی خوانده و خواهان آزادی وی شده است. او سال پیش از اتهام کفر که می توانست مجازات مرگ را برای او به همراه داشته باشد تبرئه شد. از همراهیتان سپاس، خدا نگهدار.